و مهمترین چیز اینجا برای ما اتحاده و میخوام بگم که آیت الله، بی بی سی و تمام رسانه‌های دنیا بدونن که ما همه مهسا هستیم. به هر حال صحبتی که کرده آیت الله بی بی سی، من عمامم رو نیاوردم، شرمنده‌ام که نشون بدم، اما این صحبت‌ها یک متاسفانه که جا افتاده جا داره جوابش داده بشه، به دلیل اینکه این افکار رو به باور من به عنوان خبرنگار میگم، مال سایبری های سپاه جا انداختن و متاسفانه خیلی دنبالش میدن. شما من بذار با شما مهران رخشنده یه آهنگی رو خوندی به اسم من و کشورم، از اون صحبت کن، چرا این آهنگ رو خوندی و این بسا استقبال مردم از اون چطوری بود؟ اگه فرودگاهی رو برای ما خالی میکنم، من شخصا از همین تریبون میگم بدونیم ما بتونیم ورود بکنیم حتما پامونو میذاریم تو ایران، ولی وقتی که بیایم تو فرودگاه ما رو بگیرن ما هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم. خیلی ممنون. پری، تو فکر میکنی مشخصه این دوره از اعتراضات اگه بهش بگیم دوره چیه؟ زنها هستن و فکر میکنم زنها میتونن دنیا رو تسخیر کنن و همین اتحاد زن هاست که تا الان نشون داده تا به تمام دنیا که میتونن و الان هم میتونیم ما تو ایران شاهدش باشیم و ببینیم که زنها چجوری تونستن در کنار هم متحد باشن و برای تغییر این رژیم تلاش بکنن. خیلی ممنون. ریحان، شعار ژن آزادی میدونی؟ واقعا باور دارن و آزادی خودشون رو رقم میزنن. خیلی ممنون از همگیتون که در این برنامه شرکت کردی. من برمیگردم به استودیو ناجیه. جیار در مرکز لندن، خیلی متاسفم اینکه جیار چنین تجربه ای رو در مرکز لندن با یکی از بینندگان ما و یکی از کسانی که آمده بود و صدای خودش رو قرار بود از این تریبون استفاده کنه و چنین نظری داد در مورد کار ما و همکاران من در شبکه فارسی بی بی سی که روزهاست بی وقفه و پیاپی در حال خدمت هستند و دارن وظیفه حرفه خودشون رو انجام میدن. متاسفم که همکارم جیار گل در مرکز لندن چنین تجربه ای رو داشت و خیلی ازش تشکر میکنم به خاطر رفتار حرفه‌ایش که این تریبون رو به خانم پری اسکندری برگردوند و خانم پری اسکندری یک بار دیگه فرصت پیدا کرد تا در مورد آن چیزی که امروز در ایران در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته صحبت کنه و این نشان دیگری هست از رفتار حرفه‌ای همکار من که ما همه اون رو ستایش میکنیم اینجا در بی بی سی فارسی.